فناوری پیشرفته. ولفگانگ درینگر صاحب اولین پای مصنوعی دنیاست که قادر به انتقال اطلاعات حساس است. پای راست این آموزگار پیشین اتریشی سال 2007 پس از سکته مغزی و تجمع لخته خون قطع شد. او که حالا 54 سال است میتواند بدود، دوچرخه سواری و حتی کوهپیمایی کند. حرکت پای مصنوعی او طبیعی و به سختی قابل تشخیص است. با هر گام یا فشار، حسگرهای پای مصنوعی به مغز او پیام میفرستند. با این پا می توانم ناهمواری زمین زیر پایم را حس کنم، یا در زمستان خیلی مهم است لیز بودن زمین را می فهمم، می توانم واکنش نشان دهم سر نخورم یا زمین نخورم. پای مصنوعی علاوه بر افزایش تعادل و امنیت، درد طاقت فرسای پس از جراحی قطع عضو را کاملا از بین برده است. پروتز نتیجه کار پروفسور هوبرت اگر در دانشگاه لینس اتریش است. ابتدا جراحان رشته‌های عصبی باقی مانده پای قطع شده را به بافت‌های سالم ران پیوند زدند. سپس 6 حسگر عصبی در کف پای مصنوعی سبک وزن قرار داده شد. سنسورها به تحریک کننده‌های درون کاسه متصل شدند که پای قطع شده در آن است. پروفسور اگر، کارشناس اندام‌های مصنوعی، می‌گوید نقطه‌های حساس یا فشار در کف این پای مصنوعی حساس قرار داده شده. این نقطه‌های حساس تماس با زمین و همچنین حرکت پای مصنوعی را محاسبه می‌کنند. اطلاعات به سلول‌های عصبی و سپس به مغز ارسال می‌شود و مغز آن را حس می‌کند. پروفسور هوبرت اگر امیدوار است با جلب همکاری شرکت‌های کوچک برای ساخت اندام‌های مصنوعی، قیمت‌های موجود در بازار را که بین 10 تا 30 هزار یورو است کاهش دهد.